لبخندها فسرد، پیوندها گسست، آوای لایلای زنان در گلو شکست، گلبرگ آرزوی جوانان به خاک ریخت، جغد فراق بر سر ویرانه ها نشست. از خشم زلزله پوپک شکسته بال به صحرا پرید و رفت، گلبانگ نغمه در رگ نای شبان فسرد، هر کلبه گور شد، عشق و امید مرد. با نام و یاد خداوند متعال و با درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی، بسیار خرسند هستیم که با برنامه به وقت داری به طور زنده و مستقیم در خدمت شما خوبان هستیم. همون قسمی که می دانید در اولین روزی هفته، روز شنبه یعنی پری روز، حادثه بسیار غمناک و دلخراشی در غرب کشور ما در ولایت هرات، در بخش های از این ولایت اتفاق افتاد و متاسفانه جان انسان‌های زیادی از هموطنهای ما را گرفت و هزاران نفر زخمی و مجروح کرد و هزاران خانوار را بی خانمان کرد. مصیبت بسیار بزرگ هست. تسلیت میگم خدمت شما همه هموطنان گرامی و همه بینندگان عزیز و گرامی. با مصیبت دیدگان این حادثه المناک غم شریکی میکنیم. برای کشته ها و درگذشتگان این حادثه از خداوند منان و متعال درخواست رحمت و مغفرت میکنیم. انشالله خداوند به کسایی که در این حادثه آسیب دیدن، مجروح شدن، انشالله شفای عاجل عنایت کنه. امشب هم در خدمت کارشناس محترم هستیم، جناب دکتر توکلی عزیز، با موضوع زلزله هرات و مواسات مؤمنانه. سلام علیکم جناب استاد گرامی، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان. تسلیت میگم این مصیبت به شما هم که مخصوصاً که از شهر هرات هستید، حتما میدانید که و هموطنای ما و مخصوصاً همشهریای شما در این شب و روز بسیار بسیار روزهای سخت و دشواری را پشت سر میگذرانه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا محمد، نفسی سوخته در دل داریم، آتشی سرخ و برافروخته در دل داریم. یا محمد، شرر آلوده عصیان ما ایم، تشنه تر گرم تر از ریگ بیابان ما ایم. یا محمد، همه جز پوچی تکرار نبود، 14 قرن علم بود و علمدار نبود. یا محمد، شب توریم، برای از پس ابر چشم راهان ظهوریم، برای از پس ابر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه وطنداران عزیز، همشهریان گرامی خودم، زنان و مردان و کودکان و نوگلان شکفته و پدران مصیبت دیده، خواهران داغدار، مادران سینه چاک و غم دیده و همه وطندارای عزیز ما در داخل کشور و اقصا نقاط عالم. این مصیبت به امت اسلامی، به مردم عزیز خودمون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله با مواسات مؤمنان، همونطور که فرمودید، با همدلی، با غم شریکی و با دستگیری از محرومان و مستضعفان و فقرای هموطن، این درد عظیم را تسکین بدیم انشاءالله و از این بحران و از این مشکل بگذریم و روزهای خوب و خوش و شیرین زندگی دوباره به ما لبخند بزنه انشاءالله. بله بینندگان عزیز و گرامی، پیامبر اسلام می فرماید کسی را که صبح کنه، یعنی یک روز را آغاز کنه
و به فکر دیگر مسلمان ها نباشه، او مسلمان واقعی نیست. ما در این ایام در وضعیت بسیار بسیار دشواری قرار داریم. حجم عظیمی از آوارها بر سر بخشی از هموطنهای ما ریخته و دیگر سقفی ندارن، عزیزایشون از دست دادن، غم دیدن، دستایشون خالی است، شبها هوا سرد میشه، اینها لحاف و پتو و بستر خوابی ندارن که خودشون از سرما بپوشانن. شفاخانه ها مملو از مریض ها و زخمی های حادثه شده و در نبود این امکانات و امدادرسان های حرفه‌ای و کسایی که درست نجات بده، تجهیزات لازمی برای نجات کسایی که زیر آوار مانده نداریم، این مصیبت ها قلب انسان را فشار میده. و ما که مؤمن هستیم، جا داره که از جایگاه ایمانی خودمون و مهمتر از او انسان هستیم، از موضع انسانی خودمون هر قدر کاری که از دست ما برمیاید، هر قدم و هر کاری که لازم هست باید برداریم. در این حادثه نباید بی‌اعتنا باشیم، باید دست به دست هم بدهیم تا این روزگار سخت پشت سر بگذاریم. امشب هم که دعوت کردیم کارشناس محترم جناب آقای دکتر توکلی را که قدری درباره وظایف ما به عنوان یک انسان و به عنوان یک مسلمان از منظر دین صحبت کنه، اینکه دین ما در این باره چی میگه، با چی توصیه هایی داره، ما را به چی کارهایی دعوت میکنه و نکات دیگری که درباره این حادثه هست. انشالله امشب پس با ما همراه باشید تا این بحث شروع کنیم. بله جناب دکتر توکلی بزرگوار، مواسات مؤمنانه با ما چی چیز را میفهمونه؟ بله، من لازم میدونم برای شروع بحث خوب آیه شریفه سوره بقره را قرائت کنم و بعد وارد بحث اصلی بشیم. واقعا بله. حیف آیه شریفه را با هم زمزمه نکنیم که قرآن شریف میفرماید بل نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. بله. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. معمولا این آیه را در ختم ها و موقعی که عزیزی از دست میره ما میخوانیم. بله، ولی من فکر میکنم بهترین جا، یکی از بهترین و مناسب ترین جاها برای اینکه مراجعه بکنیم به قرآن و سخن وحی همین جاست. یعنی احساس میکنیم که این آیه خب همین جا برای ما اصلا نازل شده، در اصل بر قلب مقدس پیغمبر، ولی خب قرآن برای همه مردم تا قیام قیامت است. ترجمه میکنم به دوستان عزیز و گرامی ما، بینندگان گرامی ما میدونن. قرآن میگه ما هر آینه هر لحظه مؤمنان امتحان میکنیم و مبتلا میکنیم به نقص در اموال، نقص در انفس، جانها. میگه به شیء من الخوف، گاهی اوقات ناامنی ایجاد میشه، ناامنی های روانی یا جسمانی. بله. و خود این زلزله خب یک نوع ناامنی ایجاد میکنه دیگه، یعنی امنیت روانی را از بین میبره. و گاهی اوقات عزیزان خود را دست میدیم، مال خود را دست میدیم و گاهی اوقات جان ما به مخاطره میفته. همه این مشکلات هست. بعد آخرش میفهمید که و بشر صابرین، پیغمبر به اهل صبر، به صابران بشارت بده، مژده بده. چرا؟ زیرا صابران کسانی هستند که گفت که به مناعت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به مناعت ببرم رنج که درمانم از اوست. میدونن خدای کریم رحیم مهربانی که خب حالا بر اثر اتفاقات زلزله این اتفاقات افتاد، خداوند یکی از اسامیش جباره، یعنی بسیار جبران کننده است و خداوند عادل هست. بالعدل قامت السماوات والارض، طبق قوانین و سنن الهی وقتی که رنجی مشکلی گرفتاری میاد، بعد از او آسانی و خوشی و در واقع راحتی هست. فرمود فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا. لذا دوستان عزیز ما، وطن‌دارای گرامی ما، ناامید نشن، دوچار سرخوردگی نشن، دوچار یأس نشن. زندگی ادامه داره. خب به حمد الله وطن‌دارای مهربان ما، قلب‌های شفیق و رؤوف، انسان‌های وظیفه‌شناس و مسئول
هستن، از مال و جان و زندگی و استراحت خودشون میگذرن، در اقصا نقاط عالم وجدانهای بیدار، قلبهای مهربان وطندارای ما به درد آمد. مطمئن هستم که حتی مهاجرین عزیز ما در کشورهای دیگه هم که هستن، اینها هر نوع کمکی از اونها در واقع بر بیاد دریغ نمی کنن. بله. در آخر آیه می فرماید که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خیلی این آیات آرامش بخشه جناب آقای حیدری عزیز. فرماید اینا کسانی که اهل صبرن، صلوات خدا، رحمت خدا، برکات الهی بر اونها نازل میشه. ای زمستان سخت، ای دوران پر از فراق و ناامیدی و یأس میگذره، روزهای خوش زندگی انشاءالله خواهد رسید. گفت که بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. این نکته اول. نکته دوم، همینجا اگر اجازه بدین که یک میان برنامه را ببینیم. همکارای ما تهیه کردن به همین مناسبت، به حادثه ای که اتفاق افتاده، به خاطر عرض تسلیت و همدردی با هموطنای داغ دیده ما. این کلیپ تقدیم نگاه های شما. بسم الله الرحمن الرحیم. در حادثه علمناک زمین لرزه 15 میزان در هرات و مناطق اطراف آن، متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما جان باختند، بسیاری زخمی شدند و خانه های بسیاری تخریب شد. این رویداد غم‌انگیز و علمناک را به مردم شریف افغانستان، به خصوص به آسیب دیدگان این حادثه، تسلیت می‌گوییم و خود را در غم آنها شریک می‌دانیم. از همه کسانی که توانایی کمک دارند تقاضا مندیم که در این وضعیت دشوار هموطنان نیازمند خیش را تنها نگذارند و به یاری آنها بشتابند. از بارگاه خداوند متعال برای جان باختگان این واقعه رحمت و غفران و برای مجروحان شفای عاجل خواستاری. سلام دوباره خدمت شما همراهان گرامی برنامه به وقت بیداری. مثبت 964 780 255 40 سیزده که به خاطر دارین، پل ارتباطی تلویزیون جهانی هادی با شما خوبان هست. از طریق واتساپ و تلگرام میتونید با ما مرتبط شوید. بله، این جناب استاد گرامی توکلی بزرگوار، این حادثه همزمان شد با یک حادثه دیگری، یعنی در واقع همزمان در بخشی از دنیا که کشور ما باشه زلزله شدید اتفاق افتاد. گرچه اوائل اطلاع رسانی ضعیف بود، عمق فاجعه تا همین دیروز ناپیدا بود و همزمان شد با جنگی که در سرزمین های اشغالی بین مبارزان فلسطینی و رژیم اشغالگر قدس اتفاق افتاد و کاملا تحت شعاع و حادثه قرار گرفت. همینجا جا داره که ما همدردی خود با مظلومین فلسطین هم اعلام کنیم و امیدواریم که خداوند به اونها کمک کنه و از این نبرد انشالله پیروز و سرفراز بیرون شوه. خب مواسات سوالی که خدمت شما عرض کردم و شما گذاشتید که الان پاسخ بگویید، میشنویم که مواسات مؤمنانه ما را به چه کارهای دعوت میکنه. وقتی که میگیم ما، فرق نمیکنه داخل افغانستان باشیم، در خارج باشیم، فقیر باشیم، دارا باشیم، با عنوان یک انسان، یک مسلمان و یک افغانستانی چی وظیفه و وجیبه را پیش پای ما میگذاره؟ بله، مرحوم سعدی علیه الرحمه میگه که شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. بله. خیلی نکته مهمی است. ببینید، ما اولین سوالی که به ذهن ما خطور میکنه که خب حالا این اتفاق افتاد و این حادثه پیش آمد و در اختیار کسی هم نبود، ولی وظیفه ما این وسط چیه؟ در آیات و روایات معصومین علیهم السلام
مفصل در این زمینه بحث شده. من خیلی کوتاه اشاره میکنم به بعضی از آیات و بعدم میرسیم به روایات و ببینیم که پیغمبر بزرگوار اسلام، ائمه معصومین، اصحاب اونها، سیرشون در این زمینه چه بوده و چه کردن، به ما چه توصیه هایی کردن. بله. اولین نکته که در واقع بر میخوریم در بحث مواسات و همدلی و غمشریکی به اصطلاح ما در مورد مؤمنین در آیات قرآن اینه که اگر ما نمیتونیم مشکلی از مشکلات برادر ایمانی خور حل بکنیم، لااقل با زبان غم شریکی کنیم. حداقل کار. بله، این زعی حداقل کاره. زبان خودش میتونه بسیاری از در واقع سنگینی بار کم بکنه. بریم ببینیم، دلداری بدیم، تسلی خاطر بدیم و غم شریکی بکنیم. انسان ها، ببینید، ما انسان هستیم، از انس گرفته شده انسان. وقتی که میبینیم دوستان و برادران ایمانی ما با ما غم شریکی میکنن، بسیاری از در واقع سنگینی بار از دوش ما برداشته میشه. قرآن هم فرماید و قولوا للناس حسنا، با مردم به زیبایی و نیکویی سخن بگین. در این مورد خاص اینه که باید احساس بکنن وطن‌دارای غم دیده ما که ما هم به سان اونها ناراحتیم، غمگینیم، این مشکل خودمون میدانیم و تمام تلاش خود میکنیم برای حل این مشکل و اونها رو با حال خودشون رها نمیکنیم. این نکته اول. بله. مواسات زبانی خوب کافی نیست، باید بریم به مرحله بعدی و اون مواسات مالی هست. قرآن در آیات فراوان بعد از اقیم الصلاه میگه واعطوا الزکات. من میخوام اینجا اشاره بکنم، یک تلنگری بودم هم به خودم هم به بینندگان عزیز. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود با تو زکات که قرآن میگه، منظور این است من المال و الجاه و قوت البدن. زکات فقط زبانی نیست، باید از مال، از آبرو و از انرژی بدن مصرف کنیم، چون هر چیزی زکاتی داره، هر نعمتی که خدا به ما میده زکاتی داره. در واقع این پرداخت زکات شکرانه عملی است که انسان بله. بدرگاه خدا انجام بده. بله. خب شکر فقط برای مال که نیست دیگه. بله. برای سلامتی بله. هست، برای قوت و انرژی هست، برای آبرو و جا و مقام هم بله. هست دیگه. بله، دقیقا. هر نعمتی که خدا به انسان میده شکرانه داره. بله. فرمود لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بله. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. بعد ببینید قرآن فرمود و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. عنایت کنن بینندگان عزیز ما، قرآن نمیگه شما لطف کنین در حق محرومین، در واقع یک نوع کرامتی باشه، یک چیزی به عنوان هدیه بدین، با منت بدین. نه، میگه آقا مؤمنین کسانی هن که احساس میکنن در مال اونها حق محرومین و سائل و مستضعف و بیچاره قرار داره. اصلا این مالی که خداوند به من به عنوان امانت داده حق این محروم و بیچاره است، نه اینکه من با منت بخوام به او چیزی بدم. و پیغمبر فرمود اگر خداوند شما رو امتحان بکنه با اینکه به شما مالی بده و بتوانید دستگیری بکنید از محرومین و مستضعفین و نکنید، خداوند ظالمینی بر شما مسلط میکنه که همون مال به زور و اجبار از شما بگیرن و فریاد شما به هیچ جا نرسه. ببینید سخن پیغمبر هست. بله. این نکته دوم. نکته سوم اینه که ببینید مواسات مراتبی داره، اون چی که قرآن میگه. یکیش این است که آقا اون چی که خداوند به ما داده، مثل مال، مثل سلامتی، مثل قوت بدن، مثل اندیشه و فکر و آبرویی که داریم، از فضل الهی بخشش کنیم. ببینید قرآن میگه انفقوا مما رزقناکم، از اون چی که ما به شما دادیم. خب رزق هم میدونید که معنای وسیعی داره و صرفا شامل مال نمیشه. قطعا یکی از قسمت های مهم رزق ماله، انفاق هم شامل مال میشه، اما صرفا مال نیست. ممکنه در یک جایی من انرژی دارم، جوان هستم، میتونم دست یک افتاده بگیرم. این خود رفتن و کمک جانی کردن هم خیلی خیلی سلامتیه، رزق های معنوی که بله. انسان داره. بله، از اینها هم باز زکاتش باید پرداخت کنه. مطلب بعدی که قرآن میگه از دسترنج خودتون، دسترنج شما، موهبت ما، رحمت ما، برکت ما در زندگی شماست. انفقوا من طیبات ما کسبتم. نگید آقا ما رفتیم سر دکان یا مغازه یا سر زمین کشاورزی کار کردیم، بل زدیم، زحمت کشیدیم، این پول و دست آوردیم، مال خود ماست، چرا بریم به فقیر و بیچاره بدیم. قرآن میگه
مالی که شما از طریق کاسبی و تجارت و زراعت به دست آوردی لطفیست که ما در حق تو کردیم. میشد که جای تو با همین شخصی که در زیر آوار زلزله مونده عوض بشه، میشد که تو در اون منطقه زلزله زده باشی، آوار زلزله بر سر تو و بچه ها و خانواده و همسر و اهل و عیال تو بیاد و دیگران تماشاگر باشند. اگر تو به جای شخص دیگری که تماشاگر است بودی چه میکردی؟ ببینید این نکته مهمی است. و بعد میگه که از اون چی که دوست دارید، نه او چیزی که استفاده نمی کنید، تبدیل به زباله شده دیگه میخوای بیرون بیاندازی. گفت که روغن ریخته را نظر اول فرض کنن، ببینید گفت سیب دندان زده با هر که رسد بذل کنن، روغن ریخته را نظر اول فرض کنن. این کار نکنید، توجه کنید. مؤمنین کسانی هستند که قرآن میگه، میگه مؤمن عزت نفس داره، کرامت داره. بله کرامت داره، انسان کرامت داره، انسان اصلا کرامت داره. مؤمن هیچ وقت حتی اگه فقیرم باشه به زبان نمیاره. مؤمن میگه، قرآن میگه یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف. اونقدر این مؤمن افت، اهل عفت هست، اهل عزت نفسه، که اگر بخواد بمیره صورت خود به قول ما با سیلی سرخ نگه میداره و نمیگه وظیفه من و شماست که به او کمک بکنیم. فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. او کالای نوی که داری، او غذای خوبی که میخوای به زن و بچه خوب بدی، امشب بدی به اونا. با زن و بچه بشینین، با امشب غذای خوب نمیخوریم، همین میدیم به فقرا و محرومین هموطن. و آخرین نکته ایثاره. ببینید بالاترین درجه ایمان ایثار هست. وقتی که مهاجرین انفاق دارد، شما انفاق را گفتین، بله، مصادیقی که شما گفتید در برای انفاق بود، بله، و حالا ایثاره، بله، فرقش ببینید. در انفاق عرض کردیم که در انفاق مؤمن، قرآن میگه آقا مؤمن کسی است که وقتی انفاق میکنه میداند که این حق فقیر و محروم و بیچاره و زمین خورده است که خداوند امانت داده در اختیار این شخص ثروتمند. این وقتی که انفاق میکنه لطف نمیکنه، حق منت گذاشتن نداره، حق ریا کردن نداره. خداوند امانتی در دست من و شما قرار داده، گفته آقا این حق این مظلوم و بیچاره و فقیر و مسکینه، اگه ندیم عذاب بر ما نازل میشه. ای از ای، ولی ایثار این نیست. ایثار اینه که ما این حق حق اولی، حق مسکین و بیچاره و فقیر و بدبخت پرداخت کردیم، بله، حالا میخواییم بالاتر از او، به مرحله بالاتر برسیم، از او چیزی که حق خود ماست از او بخشش بکنیم. در واقع دیگران رو بر خود مقدم کردن، دیگران رو بر خودمون مقدم کنیم. ببینید در سوره انسان خداوند در مورد اهل بیت میگه و یطعمون الطعام على حبه به مسکینن و یتیمن و اسیرا. حضرت علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمه، خب دیگه قصر همه شنیدن، من دیگه توضیح نمیدم. با اینکه خودشان گرسنه بودن اینجا ایثار کردن. و بعد ببینید در مورد مهاجرین، وقتی که در 3 سال در شیب ابی طالب بودن آمدن در مدینه، انسان اینجا چیکار کردن؟ قرآن در سوره 8 میگه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. انصار مهاجرین در خانه خودشون قرار میدادن، غذای خود خور میدادن به اونا، لباس خود خور میدادن به اونا. یک روزی یک فقیری آمد دم خانه پیغمبر، لباس نداشت، ازش بس پیغمبر لباس خواست، پیغمبر بهترین لباس خود به او داد، لباسی که به او میرفت به مسجد و در واقع لباس پلوخوری خور به او داد. در حدی که وقت نماز شد لباس بیرون نداشت، در خانه نشست. حضرت علی وارد شد، فرمود یا رسول الله چرا در خانه نشستید؟ وقت نماز پیغمبر فرمود که یک بینوایی مسکینی آمد، من بهترین لباس خود به او دادم. و بعد حضرت علی بهترین کالای خود باز به پیغمبر هدیه کرد و پیغمبر رفت. ببینید فرمود و یؤثرون، بر سر خود خوب فشار میارن، به سختی خود خور میگیرن، ولی می که نیاز دارن به همین کالا و غذا، ولی میدن. این بالاترین درجه ایمانه. حاجی حیدری عزیز، من میخوام امشب واقعا اشاره کنم به این آیه شریفه قرآن. دیگه وقتشه واقعا، اگر نگیم کی بگیم؟ ببینید فرمان. امام صادق فرمود که علامت مؤمن این نیست که نماز زیاد بخونه، روزه زیاد بگیره. علامت مؤمن این است که امانت به اهلش بده. امانت اینجا عرض کردیم یکیش این است که از مال خودمون بدیم. من میخوام اشاره کنم به آیه شریفه قرآن، که آیه قرآن میگه که فویل للمصلین.
این دیگه خطاب به ماست، خطاب به آدم مؤمن نمازخوانی که در صف اول جماعت میسته، هشدارم هست. بعد میگه این مصلین کیا هستن؟ میگه الذین هم عن صلاتهم ساهون. بعد میگه که اینا کسانی هن که مصلین، کسانی هن که میگه کلا شما در واقع اهل نماز نیستید. بعد میگه که اینا کسانی هستن که مال یتیم نمیدن به خودش. ببینید بله. میگه که پیغمبر میخوای تو نسبت به کسی که دین رو تکذیب میکنه معرفی کنم؟ میگه این کسی است که یکذب بالدین که کسی است که حق یتیم، حق بیچاره، حق فقیر و مسکینه نمیده. و واقعا اینجا آدم تکان میخوره که چرا اینجوری هست. باز نکته آخر، امام صادق به جندب فرمود و ما عذب الله امتا الا عند استهانتهم به حقوق فقراء هم. بله ترجمه کنید که ترجمه کنم و تمام. فرمود خداوند قومی را عذاب نکرد، عنایت کنند بینندگان، مگر وقتی که اونها سهلنگاری کردن، وظیفه خود انجام ندادن، حقوق فقرای خود خور ادا نکردن. در چنین شرایطی گفتن آقا به ما چی؟ ما که گرفتار نیستیم. اینجا منتظر عذاب الهی، امام صادق میگه منتظر عذاب الهی باشید. خدا نکنه که ما اهل این افراد باشیم و اهل این طبقه باشیم. دعوت میکنم به دیدن این میان برنامه. سپاسگزار هستیم از همراهی شما بینندگان عزیز و گرامی تا اینجای برنامه. شما که در بطن این حادثه و در میدان هستید، در مناطق زلزله زده هستید، از اونجا اگر تانستید برای ما فیلم و تصویر و عکس بگیرید برای ما بفرستید، ما ایرا برای با عنوان غم شریکی، با عنوان که این در باستاب عمق این حادثه سهمی داشته باشیم، از تلویزیون و از پایگاه های شبکه در فضای مجازی پخش خواهیم کرد تا دیگه هموطنهای ما که دور هستند، در نقاط دیگر افغانستان هستند، در دیگر کشورها هستند و دیگر همزبانهای ما، فارس زبانها یا حتی هر انسانی که این حادثه را و با این حادثه ارتباط برقرار کنه دلش بسوزه و ممکنه بیایه با حادثه دیدگان کمک کنه و ما پول باشیم برای رساندن این مصیبت به جاهای دیگه دنیا. پس ما منتظر تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما خوبان هستیم. جناب دکتر توکلی بزرگوار، خب معمولا این قسم اتفاقات اولش هم نیست و آخرش هم نخواهد بود. ما به عنوان مسلمان یک سری پیشوایان و رهبران داریم که معتقدیم اینها با ما در چنین در هر بعدی از زندگی توصیه هایی داره، حتی زندگی و نحوه زندگی اونها و سیره اونها برای ما سرمشق هست. مقداری از سیره و سخن امامان و پیشوایان معصوم ما در چنین حوادثی برای ما بگویید و اینکه اونها در چنین مواقع چه توصیه هایی با ما دارن. حالا کوتاه اگر خیلی کوتاه از بخشای دیگه از بحث هم برسیم. من اول یک حدیثی از مقام بزرگ پیامبر گرامی اسلام میخونم که فرمود الخلق کلهم عیال الله فخیر و عباد الله انفعهم لعیاله. مردم واجب و نفقه خدا هستند، به تعبیر مجازی خانواده خدا هستن. خداوند خانواده نداره. بله. خانواده به معنی واجب النفقه. واجب النفقه بهترین بنده خدا کسی است که نفع او به دیگران در مشکلات و گرفتاری ها برسه. ببینید سعدی چقدر زیبا این مسئله میگه، میگه طریقت
به سجاده و دلق نیست، طریقت به جز خدمت خلق نیست. این نکته اول. و بعد پیغمبر فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. شوخی هم نکرده با ما، مبالغه هم نکرده، تعارف هم نکرده، خیلی صریح میگه هر کس که صب بکند و به امور مسلمان ها فکر نکنه، مشکلات اونها رو حل نکنه، مسلمان نیست دیگه. فرمود از من نیست بلکه کسی که بی‌اعتنا باشه. یک حدیث بسیار زیبایی است که از محضر مبارک امام صادق که هفته پیشم ولادت ایشون بود. بله. بسیار زیباست حقیقتا. وقتی من خودم خوندم مرتکن داد، بینندگان عزیز ما قطعا از این حدیث مایه های اصلی خواهند گرفت و استفاده خواهند کرد. به جندب می‌فرماید یبن جندب الماشی فی حاجت اخی کسایی بین الصفا والمره و قاضی حاجتهی کالمتشحت فی سبیل الله یوم بدر و احد. چقدر این روایت زیباست. فرمود ابن جندب کسی که راه میره، گام برمیداره برای قضای حاجت، رفع مشکل برادر ایمانی خودشون. قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، همه شما برادرید. فرمود که مولانا میگه که جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. ببینید ما یک خون هستیم، یک حقیقتیم. مگر علامه اقبال نمیگه که ببین، میگه که ما و امت اسلامی از عراق و چین و افغانیم، ما شبنم یک صبح خندانیم ما. بعد میگه که وقتی که اینجوری هست، بله اگر اینجوری هست، پس میگه اوست جان این جهان و او یکیست. میگه چون گل صد برگ ما را بو یکیست. ما یک گل هستیم که صد تا برگ داریم، از افغانستان، از عراق، از هرات، از اروزگان، از قندهار، از پکتیا، از ننگرهار. چون گل صد برگ ما را بو یکیست، اوست جان این جهان و او یکیست. اگر چون این هست، امام صادق به ابن جندب فرمود ابن جندب الماشی فی حامه. این روایت متن، روایت میخونم چون تو متن روایت یک لذتی است که تو ترجمهش نیست. بله. فی حاجت اخیهی کسایی بین الصفا والمروه، کسی که قدم برمیداره به رفع حاجت برادر ایمانی خودش، مثل کسی است که بین صفا و مروه داره حرکت میکنه. بعد فرمود و کسی که مشکل برادر مؤمن خور حل میکنه کالمتشحت بدمه فی سبیل الله، مثل کسی است که خون خور در راه خدا ریخته در روز جنگ بدر و احد با رسول خدا. دیگه از این بالاتر. بعد فرمود و ما عذب الله، که در قسمت قبلی خوندم. بله. فرمود خداوند امتی رو عذاب نمی کند مگر وقتی که اینا سهلنگاری میکنن در رفع مشکلات فقرا و محرومین و حقوق فقرا ادا نمیکنن. بعد فرمود ولیس من شیعتنا من یظلم الناس، و کسی از مؤمنین نیست، از دوستداران ما نیست که به مردم ظلم بکنه. ظلم در اینجا به این معنی است که حق اونا رو ادا نکنه، اگر دستش کاری برمیاد انجام نده. و بعد در حدیث بعدی فرمود بلغ معاشر شیعتنا والمؤمنین، فرمود فلانی ابن جندب ای پیام مر برسان به همه مؤمنین، همه دوستداران اهل بیت. دوستداران اهل بیت فقط شیعیان نیستن، همه اهل سنت عاشقان اهل بیت هستن. برادران اهل سنت ما در افغانستان، بله، همه عاشقان اهل بیت هستن. حتی شما ببینید تمام فرق اسلامی عاشق اهل بیت هستن، عاشق رسول الله هستن، عاشق اصحاب هستن. فرمود بلغ معاشر شیعتنا، به دوستداران ما این پیام برسان و قل لهم، به اونها بگو لا تذهبن بكم المذاهب، به این طرف و او طرف نرید، حقیقت رو بیاد از ما بگیرید. حقیقت چی هست؟ فرمود لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتهاد، شما به ولایت ما، به محبت اهل بیت نمیرسید مگر با تقوا و کوشش و تلاش عملی. یعنی میخواد بگه با زبان اگر گفتیم من محبت اهل بیت دارم، پیغمبر دوست دارم، اهل بیت دوست دارم، من مسلمانم، این دیگه کافی نیست. بله. بعد فرمود فی الدنیا و مواسات الاخوان فی الله. این نکته آخر مورد نظر من است. فرمود اگر با زبان گفتیم من مؤمنم، این اصلا کافی نیست. خدا رو که نمیتونی بازی بدی. ببینید قرآن به علما یهود میگه اتأمرون الناس بالبر
و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. میگه آیا قرآن تورات به دست گرفتید؟ مردم امر به خوبی میکنید، خودتون رو فراموش کردید؟ بعد شما و انتم تتلون الکتاب، آیات قرآن میخونید، آیا شما عقل ندارید؟ شما خدا را نعوذ بالله از خودتان کم عقل تر نسیجی رو بالله دونستید؟ میخوام این عرض کنم، ببینید هموطندارای عزیز ما به حمد الله اهل مواساتن، اهل کمکن، اهل انفاقن، روحیه مردانگی و جوانمردی در مردم ما موج میزنه و در مراحل مختلف تاریخ در بحرانها امتحان خود به خوبی پس دادن. اینا از باب این است که پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود یا علی اذنی، فرمود علی جان من موعظه کن، حضرت علی فرمود یا رسول الله من شما رو موعظه کنم، من شاگرد شما، من در واقع انا عبد من عبید محمد، من غلام شما هستم. فرمود علی جان قلب ها بدون موعظه زنگار میگیره، حتی قلب پیامبر، حتی بله قلب پیغمبر، ولذا بله. اینا رو میگیم برین که دوباره بیشتر انشالله انگیزه بیشتری پیدا بکنیم برای کمک و مواسات مؤمنانه و اینکه از این امتحان انشالله به خوبی با موفقیت و با کامیابی انشالله بیرون بیاییم. نکته آخر اگر کمتر از دو دقیقه درباره آداب این کمک رسانی به مصیبت دیدگان اگر نکته هست بفرمایید که حسن ختام این بحث ما که مواسات مؤمنانه بود باشد. بله ببینیم قرآن میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، چقدر زیباست، میگه آقا کار خوب خور با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل نکنید. این اولا. بله چون دیده شده بعضی وقتا از این حوادث بعضی ها سوء استفاده میکنن، میان کمک جمع میکنن، ممکنه کمک نرسانه یا میرسانه، بعد ایره فیلم میگیره، چهرهای کسایی که مصیبت دیده بهش کمک میشه، ایره دهی طرف او طرف پخش میکنه، در واقع آبروی ایده از مسلمان ها رو میبره. دقیقاً. و این میخواستم همین اشاره کنم به این که ببینید بهترین خدمت به مؤمن اینه که اولا بدون منت باشه، بدون ریا باشد و آبروی او حفظ بشود. با وجود فضای مجازی و ای که در جیب هر کس یک رسانه یک مدیا هست، بله. متاسفانه تا یک نفر عدسه میزنه از او ویدیو میگیریم به عالم پخش میکنیم. بله. خداوند میگه اگر اخلاص در عمل نداشته باشی پیش ما هیچ ارزشی نداره. شما وقتی فیلم میگیرید آبروی مؤمنه آبرومند میبرید، او انفاق شما هیچ ارزش نداره. کمک بکنید، بهترین کمک این است که مخفیانه باشه، بدون با کرامت و حرمت کرامت او بله تحت شعاع قرار نگیره، آبروی بله. او نره، او آبروی مندی او از من و شما کمک کننده بلکه ممکنه خیلی بالاتر باشه. این نکته. و نکته دیگه این که لازم نیست همه جا بریم و اعلام بکنیم و آمار بدیم. بله میتونیم مؤمنین تشویق بکنیم، اما این که هنوز کمک نکرده بیایم آمار بدیم و فضای مجازی رو پر بکنیم و اشباع بکنیم از این مسئله به نظر من این هم خوب نیست. بله. خیلی صادقانه و واقعی و درست بله حقایق بیان بکنیم. کسانی که اهل کمک باشن دلها دست خداست، خداوند انشاءالله دلها رو مهربان میکنه و هر کسی به قدر وسع خودش کمک میکنه. یک امتحان است دیگه، باید از این امتحان انشاءالله کامیاب بیرون بیاییم. بسیار سپاسگزار هستیم. در واقع ما این مایی که میگیم مای نوعی که داریم به عنوان خیر امداد رسانی میکنیم، کمک میکنیم برای حادثه دادگان، جایگاه خودش با ژورنالیسم و خبرنگار اشتباهی نگیریم. ما یک وقت است که در مقام خبرنگار این اوج فاجعه را وظیفه داریم به دنیا برسانیم، ولی وقتی که خواستیم کمک کنیم به گونه ای نباشه که از جزئیات کمک به صورت پخش شود و باستاب داده شود که کرامت و عزت انسانی حادثه دیدگان خدشناک شود. با دو بیت شعر این برنامه را به پایان میبرم. آوار را پس میزند آهسته آهسته، شاید عزیزی زیر این دیوارها باشد، شاید صدای ناله‌ای آوای کوتاهی، شاید نشانی بین این آوارها باشد. همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی از شما خداحافظی میکنیم. شب و شبی خوب و خوش و آرام را برای شما آرزومند هستیم.